در بخش حال شما امروز در رابطه به دوران منوپاز یا دورانی که زنان دچار قطع عادت ماهوار به طور کلی بشن صحبت داریم. شما اگر سوالی دارین میتونین که تماس بگیرین، سوالاتتون رو با ما شریک بسازین. و مهمانمون دکتر کتایون سادات هستن، متخصص نسایی ولادی. سلام، صبحتان بخیر. سلام مریم جان، صبح شما هم بخیر. تشکر میکنم از برنامه زیبای شما که مرا به پروگرامتان دعوت کردین و تشکر میکنم از تلویزیون جهانی طلوع که موقعی را به ما دادن تا نکات اندک را خدمت همشهریان ما قرار بدم. بله، خیلی خوش آمدین دکتر صاحب. سوال اول من این است که دوران قطع عادت ماهوار یا منوپاز چی هست؟ قسمی که همه میدونن وقتی که یک دخترک تولد میشه انتظار از این داره که به بلوغت برسه. بله. تا زمانی که به بلوغت میرسه یک مرحله بسیار آهسته را به طور فیزیولوژیک یا طبیعی سپری میکنه. یعنی تخم دانش آماده به این میشه که باید تخمه بسازه، عادت ماهانش باید از آمادگی داشته باشه که آغاز میشه، مثلا تغییرات در اندام جنسی خود و در تمام وجود خود احساس میکنه. به این شکل وقتی که یک خانم پس دوباره از مرحله بلوغ به جوانی میرسه، عینا از جوانی به طرف کهولت که خانم روان میشه، اما یک پروسیس آهسته دیگر را سپری میکنه که در مدت 2 تا 7 سال در بر میگیره. یعنی در نمی زمان آهسته آهسته خانم به این باید از عادت کنه که میره به طرف چی؟ قطع عادت ماهانه. بله، چه چیزی باعث میشه که این قطع عادت ماهوار اتفاق بیفته؟ اکثرا دو هورمونی که بسیار زیاد در یک خانم رول داره که به نام استروژن و پروژسترون میباشه، اکثر این هورمون ها پیش خانم تمام فعالیت های جنسی شده، یعنی اکثریت شده پیششان انجام میده. زمانی که امی فعالیت های ازیا برهم میخوره، خصوصا سوی استروژن، خانم به طرف ازی میره که باید عادت ماهانش قطع شود. خصوصا خانم ها اولین علایه میشین امیست که میاین برای شکایتی که ما 3 یا 4 ماه میشه که عادت خود را ندیدیم. پس برو خانم باید یک تاریخچه منظم ازش گرفته شود که چرا، یعنی خودت قطع عادت ماهانه داری. با گرفتن یک تاریخچه، پرسیدن از سن سال، ما میتونیم که به خانم قناعت بدیم که به یک پروسه فیزیولوژیک دور روان است. بله، و قطع عادت ماهوار طبیعی چطور اتفاق میفته؟ یعنی چند مرحله داره؟ اکثرا یا 3 مرحله می داشته باشه. مرحله اولش از 2 تا 7 سال است که به بسیار آهستگی سپری میکنه، قسمی که گفتم از زمان طفولیت تا بلوغ به آهستگی سپری میشه، از همین قسم از جوانی به طرف کهولت که میره. مرحله دومش در زمان 1 سال دیگه است که در 1 سال خانم اکثرا شاکی می باشه که عادت ماهانش غیر منظم شده، 3 بار 4 بار در 1 ماه عادت میشه، یعنی زود یا ای که میگه 3 ماه 4 ماه ما هیچ عادت خود ندیدیم. بعض اوقات قسمه میشه که خانم ها مراجعه میکنن که چرا ما عادت نمیشم. باید برای اونها گفته شود که دلیلش این امید که تو بخیر به طرف چی روان هستی؟ به طرف کهولت روان هستی. زمانی که یک خانم 1 سال مکمل عادت ماهانه خود نمیبینه و بعد اعراض علائم پیشش پیدا میشه، ما برای اون میگیم که شما به طرف منوپاز یا یاسی رفتی. بله، و علائم یاسگی چی است؟ اکثر علائمی که زیاد یک تعداد خانم ها را آزار میده یا سبب مراجعشان نزد یک دکتر میشه، یک احساس گرمی بسیار شدید در قسمت گلو و روی خود میکنن. من میگن که من احساس بسیار نرامی و یک حرارت بسیار زیاد احساس میکنم که دفعتا بر من رخ میده و ممکن است یک دقیقه یا کمتر از 1 دقیقه بر پیش من دوام بده. یا زمانی که میگم من استراحت میکنم، احساس میکنم که من بسیار نرام هستم در خواب. خوابای بسیار نرام میبینم و کوشش میکنم که باید خواب داشته باشم، اکثرا خواب نمیداشته باشم. یا بعض وقتا بر ما شکایت شنمی میباشه که من از خواب بسیار به شدت بیدار میشم و بعد از اینکه کوشش میکنم که خواب برم نمیتونم که خواب برم. یا وقتی که میخوایم یک کار فیزیکی رو انجام بدم احساس خستگی بسیار زیاد دفعتا برم پیدا میشه و یا یک عرق بسیار شدید پیشم پیدا میشه. برای تو خانم باید گفته شود که یک پروسه طبیعی فیزیولوژیک است، قابل تشویش نیست. آیا در ظاهر خانم هم تغییراتی ایجاد میشه؟ یعنی از لحاظ زیبایی منظورم از موها، پوست صورتش، ناخونهایش آیا تغییری میکنه؟ بله طبعا. خب بازم اگر ما شما مقایسه کنیم زمان بلوغ و جوانیت و زمان پیری و کهولت،
ولی امو جلد شادابی که یک دختر خانم در 25 سی 35 خود می داشته باشه در سن 45 50 خود نمی داشته باشه که یک پروسه تویز اکثرا شهمی که در زیر پوست می باشه یا رو به ذوب شدن می کنن که امو شادابیت و بشاشیت جلد از دست می دن موها اکثرا شکنن می شن خصوصا وقتی که سوی استروژن در نزد خانم کم میشه اکثر خانم ها از موی رفتن بسیار زیاد شکایت میکنن که موهای میریزه و یا ای که میگن به اصطلاح عام موهای برقی شده زمانی که ما میخوایم میره منظم بسازم یک وزش باد وارد موی دیده میشه که من نمیتونم که باید از یک روغن چیز استفاده کنم در غیر از مکولی پاش پاش میباشه و یا ای که میگن که قسمت های پایان موی اکثرا شکننده است تا که من لمس میکنم موی میریزه باید بر از او گفته شو که یک پروسه تویز و آهسته آهسته پس مشکلاتت رفع میشه بله و در مورد قطع عادت ماهوار زود هنگام هم اگر برای ما معلومات بتین چه بیماری هایی میتونه موجب منوپاز پیش از وقت شوه؟ اکثرا بعض وقتا منوپاز پیش از وقت پیش او خانم های بوجود میه که یک عادثه غیر فیزیولوژیک داشته باشند خصوصا خانم هایی که اکثرا مبتلا به کانسر میشن یا سرطان میشن خصوصا سرطان هایی که نیاز به تداوی داره که یعنی تداوی دوایی میشه یا تداوی شایی میشه اینا از تمام خانم های با وجودی که سنشان به سن منوپاز نرسته که سن منوپاز اکثرا سازمان سی جهان بین 45 تا 55 اگه گفته ولی به ممالک اروپایی و آسیایی امی 49 سال زیادتر میگن تا 55 سال ولی زمانی که یک خانم مثلا 35 سال میداشته باشه 40 سال میداشته باشه و همتون یک حادثه دلخراش برش رخ میده و این تحت تداوی دوایی یا شایی قرار میگیره عادت ماهانش قطع میشه و دلیلش اینه می حادثه های خواست است که پیشش رخ بله. داده و چطور بفهمیم که یک خانم چطور بدانه که دچار دوره منوپاز شده؟ وقتی که زمانی که احساس کرد که یک تغییراتی که قبلا ما بر شما گفتم در وجود خود احساس کرد هر چی عاجل باید از پیش یک دکتر سه مراجعه کنه کوشش کنه که مشوره درست و سالم از یک دکتر سه بگیره کوشش نکنه که از مثلا دوست خود همسایه خود و یا یک خورخنده خود پرسان کنه که تو اگر این مشکلات داشتی چی کردی که ما هممو کار انجام بدیم به خاطر که اکثرا ما مواجه با یک تعداد خانمایی میشیم که خود سرانه با ادویه را استفاده میکنن و یک با یک مشکلات بسیار جدی به شما مراجعه میکنن و میگن که دکتر صاحب هر قسمی که میشه به ما چاره بگو یعنی توصیه ما اینه میست که اول وقتی که دیدن که نمیتو یک احساس حرارت میکنن گرمی میداشته باشن عرق میداشته باشن خوابشان ناراحت میشه و یا ای که وزنشان اضافه تر میشه و یا بعض وقتا خانم ها بخاطر که فشارشان بلند میشه یک ناراحتی قلبی پیدا میکنن میرن ماینات خون خود میکنن میبینن که چربی خونشان که خصوصا HDL و LDL که مهمترین چربی وجود است که یکیش چربی سالم است و یکیش چربی غیر سالم است میبینن که چربی غیر سالم پیش از یا بلند رفته خود سارا نپرسا نکنن که چربی خونم من بلند رفته من کدام دوای چربی خون استفاده کنم چون اینمی اعراض است که در یک خانم منوپاز پیدا میشه و بعد از مشوره با یک دکتر سب بعد از شروع به توصیه های از او بکنن که چی باید بکنن بله چه مشکلات و بیماری هایی به طور همیشگی بعد از دوران منوپاز میتونه با یک خانم همراه باشه به صورت عموم کدام ای چون گفتیم یک پروسه طبی و فیزیولوژیک است یعنی کدام مشکلات خاص را به یک خانم مواجه نمی سازد اما حالت هایی که حالت هایی که قبلا بود آهسته آهسته به خانم گفته شده که گذری است خوب میشی کدام مشکل خاص نیست ولی یک تعداد خانم هاست که اما با وجودی که ما برشان تقویه روحی برشان میکنیم تمام مشکلات برشان گفته میشه ولی تحمل کردن نمیتوانند تحمل که نمیتونن او خانم ها با ضرورت به تداوی دارن یعنی یک تداوی روحی بر از اونا لازم نیست و یا بعض حرکات فیزیکی را که انجام بدن یا غذای خود را تنظیم کنن یا ای که سپورت صبحانه باید بکنن این برشان کفایت نمیکنه باید هورمونایشان خصوصا استروژنشان باید ماینه شوه و یا تحت تداوی HRT یا هورمون ریپلیسمنت تراپی قرار بگیره البته با مشوره یک دکتر بله و یکی از دوستا پیامی گذاشته بود در رابطه با اینکه ما یک بی‌نظمی دارم در دوران عادت ماهواره خود سنشانم
سن جوانی هست، نظر شما رو در این رابطه خواستم. خوبیش همیست وقتی که یک بینظمی عادت ماهانه پیدا میشه، هرچی عاجل باید به دکتر مراجعه کنن تا امی گرفتن یک تاریخچه دقیق، اجرای معاینات خون، اجرای معاینات سونوگرافی و در صورتی که اگر کدام مشکل خاص را دکتر صاحب دریافت میکنه، انجام معاینات های پیشرفته ای خانم کمک میکنه. ولی توصیه ما امید که هیچ وقت به سر دل خود هیچ تدبیر شروع نکنه تا ای که امون تاریخچه مکملشان دکتر صاحب نگیره، معاینات فیزیکیشان نشه و یا معاینات دیاگنوستیک یا تشخیصیشان. بله، یک تماس داریم. خواهر ما بنفشه جان، صبحتان بخیر. از بغلان تماس گرفته بنفشه جان، بفرمایید سوالتان رو بپرسین. بنفشه جان میتونی سوالت رو بپرسی، ما صدایت هم شنویم. همکار صدا بسیار اینجا پخش است. خب متاسفانه تماسشان قطع شد. و در رابطه با ای که دوست دیگرمان رویا جان یک سوالی پرسیدن که عادت ماهوار گفته شدتش کم هست، در مورد کم بودن شدت عادت ماهوار و زیاد بودن شدتش اگر معلوماتی بتین. قبلا هم ما بر شما گفتم که یک خانمی که به سن 45 میرسه، آغاز منیپوز از 45 است، یا ای که عادتش مقدارش کم میشه در سنین جوانی. من در سنین جوانی مشکلات دیگه خود داره. بله، یک تماس داریم. سیوتا جان از هرات تماس گرفتن. صبح بخیر سیوتا، میتونی سوال تا بپرسی. در مورد کیست میخواستم بپرسم که من کیست دارم، معامله نمیشم، بی‌نظمی عادتم دارم. تشکر، سوال ندارین؟ کدام سوال خاص ندارم. شکر، جوابتون هم میتونین بشنوین از برنامه. گرچه به این منپوز اصلا سیستشان و خرابی عادت ماهانهشان و نگرفتن حملشان ارتباطی نداره، ولی جواب خواهر ما را به قسم برشان میدم که کیستا از خود کتگوری خاص خود دارن. باید از وقتی که امرای دکتر صاحب معالجه خود میرن به تماس میشن، باید بپرسن که کیستشان از کدام نویت است. بعضی کیست هست که جامد و مایع می باشه، بعضش از مایع و بعضش هست که مکمل جامد می باشه. در صورتی که اگر مایع باشه، اندازهش بسیار مهم است که تا چی اندازه یک خانم تحت تداوی باید قرار بگیره و بعد از چی اندازه باید تحت عملی جراحی قرار بگیره. و سبب این نمی سایز غیر منظم از دید برهم خوردن توازن هورمون ها، عادت خانم هم یعنی تغییرات برش پیدا میشه. در صورتی که خانم کیست داشته باشه، تا که درمان نشه نمیتونه حمل بگیره. بعض وقتا ما مریضایی داریم که امرای کیست خود نرمال یک پروسه حمله پیش بردن، حتی ولادت خدا کردن و کسایی بودن که مورد عمل جراحی پیش از اینکه ولادت کردن قرار گرفتن، بعد از دو ولادت کردن. یعنی یک پروسه نیست که مکمل توقف بده سیستم تولد تناسل، ولی باز هم نیاز به ایست که باید تحقیق شود، تاریخچه درست گرفته شود و معاینات پیش رفته شود. تشکر از اینکه امروز تشریف آوردین. سلامت باشین، وقفه میگیریم. دوستان عزیز سلام، برای دیدن ویدیوهای قبلی ما اینجا را کلیک کنین، برای پیوستن با چینل یوتیوب ما اینجا را کلیک کنین.